بینندگان پرمهر و با وفای برنامه در پیشگاه تاریخ، امروز هم روز یک شنبه است و من قاسم بیات و دوست و همکار ارجمندم جناب ناصر شاهین‌فر باز هم از اینکه میهمان شما در منزل‌های شما هستیم بسیار شادیم. تلاش ما این است مطالبی عرضه کنیم که به شما آگاهی ببخشد، به ویژه از نوع آگاهی هایی که در ایران در دسترس شما ممکن است نباشد. بس اجازه بفرمایید تا جناب شاهین‌فر هم فرصت احوالپرسی با ما رو داشته باشند. بنده هم سلام عرض میکنم، درود فراوان دارم به همه عزیزان، همه بینندگان برنامه، همه هموطنان، در خدمتتون هستم. خیلی متشکر هستم. بینندگان عزیز، همان گونه که بارها اعلام کردم، هر بار مطلبی از من میشنوید، از من مراجع اون رو بخواهید. اگر از کتابی است در اختیارم باشه، با کمال میل برای شما خواهم فرستاد، چه کتاب‌های بهایی و چه کتاب‌های دیگران و همچنین مقالات. و خوشحال هستم که شما با نامه‌های خودتون که فراوان به من می‌نویسید و اشکالات من رو مطرح می‌کنید و تشویق‌های شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. و من می‌دانم که جناب شاهین‌فر هم به همچنین از دریافت نامه‌های شما خوشحال هستند. پس اجازه بفرمایید تا برنامه امروز هم مثل همیشه بخش آغازینش رو جناب شاهین‌فر به عهده داشته باشند. بفرمایید، خواهش میکنم. بله، ما ماده پنجم حقوق بشر رو در هفته گذشته به عرضتون رسوندم و راجعش هم یه مقدار صحبت کردم، اگرچه دست و پا شکسته، ناقص، ولی خب این امکانات زمانیه، هیچ کاریش نمیشه کرد. حالا ماده 6 باوری که حالا حداقل به طور خیلی خلاصه با یکی یک مفاد این حقوق بشر آگاه باشیم، دیگه حالا سفر نظر میکنیم از ماده 5، میریم روی ماده 6 ببینیم که این مواد معمولا یک موضوع رو دارن که به انهای مختلف دارن اینو تکرار میکنن. باید این هم بهش دقت بکنیم. حتی ماده 6 میگه هر انسان سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شد. من اینجا چند تا مشکل دارم. یعنی فکر میکنم که برای اینکه یه چنین چیزی در ایران ما پیاده بشه، ما راه درازی در پیش داریم. چرا؟ برای اینکه یک، اول بدونیم این قانونی که میگن چی. من بچه که بودم، یعنی نوجوان که بودیم، تو دبیرستان یه جوک گفته میشد، اینکه یه شاگردی از شاگردی دیگه پرسید تو بابا چه کار است؟ گفت بابای من وکیله. گفت چه کار میکنه؟ گفت قانون می‌نویسه. تو بابا چه کار است؟ گفت بابای من آجانه. گفت چه کار میکنه؟ گفت هرچی بابای تو قانون می‌نویسه اون باطلی میکنه. با 5 تو و به این صراحت، به این روشنی ما با قانون و قانونمندی برخورد کردیم. من بارها در گفتارهای خودم در اینجا و جاهای دیگه این رو گفتم که از خودتون بپرسید، از اقوام نزدیکتون، دوستان نزدیکتون بپرسید که در طول عمرشون وقتی با مشکلی مواجه شدن، یعنی با یک سد قانونی برخورد کردن، آیا نخواستن برن رشوه بدن و این کار رو از سر بگذرونن، این مشکل رو حل کنن؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه من ایرانی قانون برام درست شده برای حفاظت من، برای اینکه یک سایه‌ای بندازه روی سر من که اون زیر من، زیر این سایه در تأمین ازلی و ابدی باقی بمونم. اما خود من به خاطر یک منفعت آنی لحظه‌ای امروزی میخوام که این قانون این رو بشکنم، این چتر رو سوراخ کنم، این سایمون رو پاره کنم. فکرشو بکنید. حالا
اگر واقعا این سوال از خودتون، از نزدیکانتون بکنید، ببینید چند درصد هموطنان امروزی ما در مقابل قانون تسلیم بودند. حالا این دو سوی داره. یک سوی دیگه این است که یه آدمی رو نشوندن پشت یه میزی، میگن که تو قانون رو اجرا، قانون اینه، بعد اون آدمه این ور میگرده اون ور میگرده که یه جوری به طرف ثابت کنه که این چی دیگه تو میخوای خلاف قانونه. یعنی قانون یه جوری برای خودش میخونه که به طرف مقابل به عربار رجوع که این خلاف قانونه، حالا تو به من اینقدر پول بده تا من این کار رو برات انجام بدم. این تواتر اجرا کننده قانون و پیروی کننده از قانون به همدیگه برخورد میکنن و این وسط اون چیزی که خونش ریخته میشه همون قانونه. در مملکتی که خون قانون در سر تا سر نقاطش در تمام لحظاتش ریخته میشه، چه امید نجاتی وجود داره؟ چه امید پیشرفتی، چه امید سازندگی وجود داره؟ اینی که من الان عرض میکنم بخشی از فرهنگ ما شده بود. از شاه تا گدا اعتقاد داشتیم که میبایست مشکل رو در مقابل قانون یه جوری حل کنیم. هممون این اعتقاد رو داشتیم و کردیم. این قانونش، این بریم سر قانونش. در برابر قانون برابر باشد. شما فکر کنید که برابر بودن در مقابل قانون یعنی از چقدر از خودگذشتگی لازم داره. من یادم پینه‌دوزیم، یادم کفاشیم، بعد مشکلی برام پیش اومده، تو خیابون برخوردی بدی کردم، اون آدم وزیره، وکیله، رفتیم به کلانتری، رئیس کلانتری میگه اوه یه وزیر اومده و یه پینه‌دوز، چجوری میتونه این دوتا رو در مقابل قانون برابر ببینه؟ چجوری وزیره میتونه خودشو در مقابل قانون با این پینه‌دوزه برابر ببینه؟ بنابراین شخصیت انسانی در شغلش نیست، در جنسیتش نیست، در دینش نیست، در مذهبش نیست، در رنگش نیست، در نژادش نیست. شخصیت انسانی در انسانیتش باید تلقی بشه و دیده بشه و شمرده بشه. به این دلیله که این قانون اینقدر از پس و پیش سیلی خورده، چمان خورده، چاقو خورده، زخم شده، خونش ریخته شده که نظریاتی در ایران به وجود آمده و از طریق هموطنان من نظریاتی ابراز شده که باعث ننگه، باعث خجالته. خبر میدن که ریختن تو خونه فلان خانواده باهایی، گرفتن پدر مادرش بردن اعدام کردن، نمیدونم خونه شون هم تخلیه کردن این کارا. بعد چرا بنده میگه خب میخواست باهایی نشه؟ میخواست باهایی نشه؟ یعنی چی؟ یعنی چشمش کور؟ به من چه؟ اون رفته باهایی شده داره چوشم بخوره، من که نیستم. قانون چیزیه که اگر یه ملت 100 میلیون هست، 100 میلیون پاسبان لازم. اگه 200,000 نفر هست، 200,000 نفر پاسبان لازم. فرقی نمی کن.
تمام آحاد ملت میبایست که پاسبان و نگهبان قانون باشند. من در کل آلمان دوستم یه فولکسواگن داشت به من داده بود که من باش برم این طرف اون طرف کارامو انجام بدم. توی کوچه تنگی میخواستم این ماشین رو پارک کنم، یه خانم پیری داشت از پیاده روی مقابل رد میشد، ایستاد و به دقت من نگاه کرد. من میرفتم عقب، اونم با نگاهش میومد عقب، میرفتم جلو، اونم با نگاهش میومد جلو. من به رفیقم گفتم که این چرا کار زندگیش رو ول کرده، من داره منو نگاه میکنه. گفت میخواد ببینه که تو میزنی به این ماشینای عقب جلویی یا نه، که اگر زدی شماره تو برداره و به پلیس اطلاع بده. یعنی امان فرار از قانون رو از یک هموطن دیگش بگیره. امان نده که کسی بخواد که این کوچه که پاسمان نیست، مأمور راهنمایی نیست، یا آدمی سپرشو بزنه به سپر عقب یه ماشینی و بعدم انکار کنه و بره و حرفا و ماشینو رو هم یه ذره خال برداره. مثلا این خانوم، این آبر پیاده ایستاده بود، پارک کردن منو نظارت کرد دقیقا، وقتی که من از ماشین پیاده شدم اونم رو افتاد رفت. موارد این چنینی رو من در خارج از ایران بسیار زیاد دیده بودم. حالا یه خاطرم براتون بگم، اون این است که ما وقتی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم، تو خیابون تخت جمشید یه رستورانی بود معروف به رستوران آمریکایی‌ها. دلیلش هم این بود که این رستوران درست مقابل سفارت آمریکا بود. ما می‌رفتیم ماهی یه بار یه عده از بچه‌های فارغ التحصیل اونجا همدیگه رو ملاقات کنیم و با همدیگه نهار بخوریم. دفعه سوم چهارم که رفتیم نشستیم دور هم دیگه، یکی از بچه ها گفت حالا که ما داریم ما یه دفعه میاییم اینجا دور هم نشستیم وقت هم تلف میکنیم، خب یه هدف این وسط بذاریم، اسمشو بذاریم یه انجمنی، یه چیزی، بعد یه کاری رو دنبال کنیم. این پیشنهاد مورد استقبال واقع شد و پیشنهادات مختلفی شد و بالاخره یه پیشنهادی سر در آورد تو این مجلس که خیلی دلنشین بود. اون است که آقا ما نسل جوان این مملکتیم، فارغ التحصیل این مملکت هم هستیم، این مملکت هم تا اینجا که ما درس خوندیم یک دینار از ما پول نگرفته، مجانی درس خوندیم اومدیم و فارغ التحصیل هم شدیم، بیاییم به یک نحوی سپاسگزار باشیم. چه بکنیم؟ این است که اگر ما رفتیم دستگاه های دولتی ملی هر جایی کسی خواست با ما رشوه بده نگیریم، خودمونم به کسی رشوه ندیم، بذاریم این کثافت از جامعه ایران بره بیرون. خیلی مخالفت ها شد روش که آقای ما نکنیم دیگران میکنن. به حال از اون گروه 24 نفره 11 نفر عضو این کلاب شدیم. دو سه سال بعد یکی از این اعضا یا کمتر به دلیل تخلفی که کرده بود اخراج شد. چند سال بعد 3 یا 4 نفر مونده بودیم، همه رفته بودند، حل شده بودند تو ماجرا. خب ما قرص هاشده دون روی این کار و این قرص ایستادن بدیگیست که ما رو خانه خراب کرد به شدت، من و شخصا خانه خراب کرد. من جمله این که کاری که داشتم خیلی ازش راضی بودم، خیلی بهش افتخار میکردم و دومین شرکت صادراتی، یعنی قدرتمندترین شرکت صادراتی غیر دولتی رو من داشتم اداره میکردم،
دو تا شرکت صادراتی دیگر بود که از من بزرگتر بودن و اونا زیر نظر دولت بودن، مثل نفت و فرش مثلا، پنبه ببخشید. من نه، من مستقل بودم. خب دستگاه های رسمی مملکت، وزارت خونه ها هم برای اصلاح قوانین مربوط به صادرات از من دعوت میکردند، نظر میخواستند، چون دیگه توی این کار خیلی متخصص شده بودم. یه نماینده ای داشتم در دبی که این هیچ اقدامی نمیکرد. هر وقت هم به صحبتی میکردیم که خودش دوران پیدا میکنه. ما کسی شأنمونه که را بیفتیم بریم برای شما جنس بفروشیم در مغازه ها. خب ما به این سیستم اعتقاد نداشتیم. منم خودم براش بازاریابی کرده بودم. میدونستم که مصرف در دبی چقدر باید باشه. ما سهم بازارمون در اونجا چقدر باشه. اون میزانی که تشخیص میدادم خودم بار میکردم. به این آقا میگفتم آقا شما فقط اینو ساید درافت امضا کنید. نمیخواد پول بدید. اگر ما اینو فروختیم، چکاش رو آوردیم به شما دادیم، شما پول ما رو به ما بدید. ایشون یه تعهد امضا میکرد به این شکل و ما این کارا رو میبردیم. دو نفر فروشنده هم میفرستدم ظرف 48 ساعت. اینا این کارها رو در بازار دبی میفروختن، چکاش هم میبردن بهش میدادن. حتی میگفتن آقا هر کدوم از چکا بده نمیخوایی بگو، ما بریم کارها رو پس میگیریم. یک دو مورد هم اتفاق افتاد این کار شد. خب معلوس این با این سیستم مخالف بود. در نتیجه من یه جوانی رو پیدا کردم و دیدم خیلی فعالی، خیلی خوبه، نمایندگی رو از این گرفتم دادم به اون. پدر این جوان در بحرین یه دفتری داشت که حالا اون دفتر چه جور جایی بود کاری ندارم، سبب سنگینش به من رفتین. تلفن کرد به من که آقای شاهین‌پر، ما برای شما یک دونه ماشین پژو خریدیم، فرستادیم به بوشهر و گمرکش هم دادیم، یه نفر بفرستید ترخیص کنم براتون بیاد. گفتم شما غلط کردید، این کاری کردید. چرا این کاری کردید؟ شما چرا این ماشین رو به بقال سر کوچه‌تون ندادید؟ آقا شما دست عباس رو گرفتید. گفتم به تو چه مربوطه؟ پسر تو در یک مملکت دیگه، در یک سرزمین دیگه تجارت خونه باز کرده، من اصلا بهش کار دادم، نیاز داشتم بهش دادم. گفت خیلی معذرت میخوام. منشی این آدم دو سه روز بعد تلفن کرد، گفت آقا این حاج آقا اشتباه کرده بود، برای شما پژو فرستاده بود، ما اون رو پس گرفتیم، حالا یه بنز براتون فرستادیم. من دیگه فریادم در آمد، آنچنان فریادهایی زدم که منشیم دستپاچه شده بود، رفتون نبات داغ برام آورده بود و از این حرفا. بعدم گفتم خب آقا این کار صادرات، این نماینده ها، این آدم ها که اصلا به عقلشون نمیرسه، شعورشون ندارن که من دارم چه کار میکنم، اونا چه کار میکنن. گفتم آقا من به بهانه استراحت از این کار کنارگیری میکنم و زن بچه هم بعدش هم رفتم انگلستان. چند ماهی در اونجا موندم که وقتی برمیگردم برم سر کار دیگری، و این کارم کردم. وقتی رفتم سر کار دیگری متوجه شدم که عجب اشتباهی کردم، چه درد سری برای خودم درست کردم. فرزندی که خودم رشد داده بودم، بزرگی کرده بودم و به غلطک افتاده بود، داشت کار میکرد و ایام استراحت من رسیده بود، زحماتم رو کشیده بودم، حالا دو مرتبه از صفر باید اینجا شروع کنم با تعداد بسیار زیادی کارگر، کارگرهایی که انواع اقسام آدم توشونه و هیلگری هایی دارن، مصیبت هایی هست توشون. بگذاریم. در طول عمرم این کار رو که هر دفعه
هر دفعه که صرف نظر کردم از یه رقمی صرف نظر کردم که در اون زمان میشد باش یک یا دو تا خونه خرید مثلا. با من این کارو نکردم. موقع که رفت بودم به انگلستان به همین شرکت خودمون گفته بودم که شما که مهمون آمریکایی دارید این خونه منو کریه کنید برای کارشناسای آمریکایی. اونا هم خونه منو کریه کرده بودند و هر ماه هم مالیات اجاره این خونه رو به اداره مالیات پرداخت میکردن، رسیدش هم برای من نگه داشته بودن. من که آمدم خانه من رو تخلیه کردن و به من دادن. موقعی که میخواستم از ایران بیام بیرون اوایل انقلاب رفتم که خانم رو بفروشم، خب مفاسا حساب مالیاتی لازم داری. من این رسیدهای مالیاتی گرفتم دستم رفتم به اداره مالیات بودم آقا من از این تاریخ تا این تاریخ این خونم رو اجاره داده بودم، اینم رسید مالیاتیش. مأمور مالیاتی حالا این ورق چاپیه یه کادری داره توش نوشته ناصر شاهینپر آدرس منزل شماره شما همه اینا، ولی بیرون اون کاد اون مأموری که باید اینا رو اول نگر میداشت با مداد نوشته بود ناصر. هم آقا این اینا مال ناصره شما بدشتی بود. گفتم که اون حاشیه رو با مداد یه نفر اسم من اسم کوچیک منو نوشته ولی در وسط این کادر اسم کامل من نام و نام فامیلم شماره شناسنامه همه چیز هست و شماره سند مالکیت هست که این سند مالکیت با این رسید میخونه. گفت شما برید فرده بیا که من میرم چیکار میتونم بکنم. اومدم بیرون فهمیدم این یه دختر خانم نیست رشوه میخواد. روز بعد رفتم گفتم خانم شما اگه من رشوه میخوایی من رشوه به کسی نمیدم. گفت پس برید یه مالیاتو رو بدید من اینا رو از شما نمیپذیرم. گفتم باش. من اومدم رفتم به صندوق گفتم آقا این ملک از این تاریخ تا این تاریخ اجاره بوده ما میخوام مالیاتشو بدم. یارو نگاه کرد گفت شما این مالیات رو دادید چرا میخواید بدید؟ گفتم برای اینکه کارمند بالای شما از من رشوه میخواد که این رسیدا رو قبول کنه. این ماجرا برای من یک ماه طول کشید. اینطور نبود که صرف یه ساعت دو ساعت همه به من وقت بدن دو برم و بیام. وایستادم رشوه را ندادم اما یک ماه وقتمو تلف کردم. یک چی میگن خریدار رو از دست دادم. اونا مهم نبود ولی وایستادم نگرفتم و ندادم و از این مملکت اومدم بیرون. اما میخوام بپرسم چند نفر در کشور 80 میلیونی لازمه که 100% به این قانون احترام بگذارن که یکی از صدها قانون فقط یکی از صدها قانون درست اجرا بشه؟ هیچ قانونی اجرا نشه ما آزادی هم میخواییم استقلال هم میخواییم توسعه و پیشرفت هم میخواییم میشه همچین چیزی؟ بعد نگاهمون در کل به قانون غلط باشه. اینکه نگاه ما به قانون غلط باشه، اینی که من با هر کس دیگری برابرم، من با این جام سرتیپ جام سرلشکر که تو خوابون داره راه میره قپه رو دوششه با این برابرم، این حق نداره به من زور بگه. تا اونجایی که این باز این مثال میزنم که در یکی از رستوران‌های معروف تهران یا آقای سرتیپ سرلشکری با قبه و ستاره و مدالش و زن بچه‌ش اومده بود شام بخوره. گارسون‌ها ریخته بودن به میز اون خدمت میکردن و سایر میزا بی‌سرپرست مونده بود.
همه موندودن گرسنه تشنه منتظر غذاشون بودن، کسی نمیمد از شما چی میخواید، ریخته بودن سر اون. اینا شکایت کردند. این شکایت رسید به رئیس شهربانی، رسید به روزنامه ها و رسید به شخص علم و بالاخره علم داشت با یه روزنامه ای که اعتراض کرده بود به این قضیه و اون روزنامه رو توقیف کرده بودن صحبت میکرد که گویا شاه شنیده بود و گفته بود که آقا به این افسرها بگید لباس شخصی تنشون کنن برن، حق با اینه. و اون روزنامه رو آزاد کردند و اون طرف اون روزنامه هم همین عباس پهلوانه که رفیقمونه همین الان هم هست در لس آنجلس. این نگاه دوگانه به اشخاص، به شخصیت اشخاص، تملق آفرینی کرد، زیر دست آفرینی کرد. هیچ دلیلی وجود نداره که من از هیچ کسی تو کشور خودم کمتر قابل احترام باشم، کمتر قابل ستودن باشم، کمتر قابل تأیید باشم. من انسانم، با حکم این که انسانم، مگر اینکه خلافی بکنم، وقتی خلافی کردم من باید مجازات بشم طبق قانون، اما این مجازات مساوی باید باشه با مجازاتی که اون وزیر، وکیل، سرهنگ، سرتیپ کرده. حالا که این زمینه میلیون ها مثال وجود داره که خودتون صدها و صدهاشو میدونید، لزومی نداره من تکرار کنم. این جامعه بیماره و یکی یکی این بیماری ها باید از پیکر جامعه زدوده بشه. خب من به درست و غلطش یعنی نه اینکه کاری ندارم، کار دارم الان، نمیخوام سوء تفاهم به وجود بیارم براتون. گفتن که فلان حزب منحل است، حزب توده ها گفتن منحل است. از روزی که گفتن حزب توده منحل است، اگر دو نفر تو خیابون تصادف میکردن با هم دیگه، طرف مقصر برای اینکه فرار کنه از دادن جریمه و چه و چه، فریاد میزد مردی که پدرسوخته توده ای، تهمت توده ای میزد به طرف، طرفی که نمیشناستش. حالا اینکه این آدم باید میگفتش که آقا این افکاری داره غلط یا درست، جامعه میبایست به غلط یا درست این افکار پاسخ بده. یک جامعه زنده، یک جامعه باهوش، یک جامعه که منافع خودش رو تشخیص داده، نمیاد به یه حزبی که به قول شما وطن فروش، جاسوس، خارجی، چه و چه رأی بده. کما اینکه ملت ایران هم وقتی هم که اون آزاد بود بهش رأی ندادند، به زور در یک دوره سه تا نمایندهش رو فرستادن به مجلس، اونم تعارفی، کسی به این رأی نمیداد. اما یک نکته وجود داشت، اون اینه که آره من مخالفم با این، شما با این آدم مخالفید، دلایل خودتون هم دارید، همه اینا هم شریفه، ولی این حق حیات داره، حق بیان داره. ما نکردیم این کارو. این که میگم از شاه تا گدا، روشم تاکید دارم. احزاب سیاسی درست شد که کمک مالی از دولت، شهربانی، دربار، نخست وزیری میگرفتند، که وقتی یه حزب مخالف میتینگ میده، اینا اعضاشونو با چماق یا پنجه بوکس بفرستن بیرون، بریزن میتینگ اونا رو به هم بزنن.
این تهران در سال 1327 28 29 30 رسولو غرق به خون بود، زمین و زمانش، فقط به این دلیل. یه نفر ملیگرا بود، یکی سلطنت طلب بود، یکی کمونیست بود، یکی سوماکایی بود، هر کسی یه چیزی بود. و اون گروه ضربتی که حمایت دولت رو داشت که بیاد اونایی دیگه که میان و مخالف دولتن اونا رو بزنه، سردستشون رو بشکنه، فراریشون بده برن. و اینی که یه ملتی روی این کارا تأیید بذاره، مهر تأیید بزنه، بره عضو اون گروه بشه. آره ملت ها رفتن این اشتباه رو کردند، اس ای و اس اس و اینا درست کردند، چوبش هم خوردند، تنبیه شدن، سر جاشون نشستن. حالا یکی از بزرگترین ملت های دنیا اینا رو ما باید بیاموزیم ازش. بله، ماده 7. حالا این به رسمیت شناخته شدن در مقابل قانون اصلا در قانون اساسی ما وجود نداره. اینو بزنیمتون بهتون بگم، ماهی از سرگندی گردد نیزتون، داستان از این قراره. قانون اساسی ما نوشته شده توش که دین رسمی اسلام مذهبی شیعه اثناعشری است. یعنی هر کسی متدینه به این مذهب و این دین نیست، غیر رسمیه. ما میتونیم از نظر آماری بگیم که این گروه در اقلیتند. اقلیت معنیش فقط معنی آماری داره. ببینید آمار یک علم ریاضی توی دل علم ریاضیاته، میاد مطالعه میکنه، میگه اهالی این شهر چند درصدشون به سرطان مبتلا میشن، اهالی این شهر چند درصدشون سالک میگیرن، فلان زخم میگیرن، چند درصدشون موهاشون میریزه، تاس میشن. میان نمونه برداری میکنن از 1000 تا 1500 تا، بعد نتیجه میگیرن، میگن که 8% اهالی کرمان مثلا سرشون تاس. بعد یه جدول هایی وجود داره اطمینان میده به این، این اعداد رو میبرن تو اون جدول که اون که ما درس میخونیم مثل تو جدول ت، حالا نمیدونم به چی میگن، میبرن تو میگن 8% نیست، 6.5%، درسته 6.5%. تا این حد با دقت میشه گفت که یه اقلیت 6.5% سرشون مو نداره، یا یه اقلیت 5% چشمشون کوره یا چپه، یه چیزی هست، یا سرطان گرفتن. خب اینا در مقابل اون اکثریت یه اقلیتی رو تشکیل دادن، هر کدومشون به موقع خودشون. اقلیت فقط معنی عددی باید داشته باشه. این که من دینم اسلام نیست، در اقلیت هستم، از نظر عددی این حرف درسته، نه از نظر قانونی، نه از نظر اجتماعی، امکانات اجتماعی. شما دیدید تا حالا که یه نفر سنی تو مملکت ما در 100 سال گذشته وزیر بشه، نخست وزیر بشه، رئیس شهربانی بشه؟ معلوم نیست چرا. رئیس دانشگاه بشه؟ همه ی امکانات رو از اون یک کلمه قانون
سبب شده که همه امکانات رو از انواع اقلیت‌های مختلف بگیرند. این گروه یهودی هن، این گروه ارمنی هن، این گروه بهایی هن، این گروه مسیحی غیر ارمنی هن، هرچی هستن، اون گروه ایزدی هن، همه اینا در مقابل قانون نابرابرند. حالا این نابرابری رو اگر بیاییم با تعصبات دینیمون هم قاطیش کنیم، یعنی با جهالت خودمون مخلوطش کنیم، جهالت خودمون رو پشوانش قرار بدیم، چه رسوایی به وجود میاره که طرف رفته کنکور دانشگاه داده، جزء 5 نفر اول دانشگاه قبول شده، موقع اسنویسی فهمیدن این باهاییه، میگن تو نمیتونی بری تو دانشگاه برای اینکه باهایی هست. در هیچ جای دنیا، در هیچ جای، نه کشورهای مترقی، نه در کشورهای عقب مانده تر از ما، حتی چنین چیزی نیست که بگن چون تو اعتقاد دینیت اینه پس اینی که شاگرد اول شدی، شاگرد دوم کنکور شدی، باطله، برو بیرون درس نخون. خیلی خوب، بعد این آدم و آدم های شبیه این میگن خیلی حال که ما رو راه نمیدن تو دانشگاه درس بخونیم، خودمون بیاییم یه دانشگاه ایجاد کنیم که بچه هامون رو تحصیلات بعد از دیپلم بهشون بدیم از طریق کامپیوتر و این حرفا. میان یه دانشگاه کامپیوتری درست میکنن، دولت میفهمه میره اونم میخواد منکوب کنه، اونم میخواد تعطیل کنه، با اونم مبارزه میکنه، شما حق ندارید اصلا درس بخونید. نه اینکه من به شما سرویس نمیدم، اصلا حق ندارید درس بخونید، حق ندارید زنده باشید، حق ندارید کاسبی بکنید. این میزان جهالت، این میزان به پستی کشیدن انسان و انسانیت رو، اونی که به قول خود شیعه اثنااشعریه داره میبینه، اگه صداش در نیاد، اگر اعتراض نکنه، اگر نگه آقا این مطابق شأن انسانی نیست، این خلاف شأن انسانیه، باید ایستاد و مبارزه کرد، باید گفت. حداقل چه صفتی میشه بهش داد؟ یا انسان مماشاتگر، یک انسان سازشگر، یک انسانی که با ظالم شریک میشه به سهم ناچیز خودشی بتونه از زندگی بگیره، نه اینکه دنیا رو چپاول کنه، فقط به خاطر گرفتن سهم خودش از زندگی دستشو به خون آغشته کنه، با ظالم شریک. این کاروست که تو مرکز ما داری میشه، به خاطر اینکه معنی قانون رو همگان به درستی نفهمیدن، قانون درست معنی نشده و دنیا امروز زیر سایه این قانون داره با آرامش زندگی میکنه. دنیای قرن 21 رو اگر مقایسه کنید با دنیای قرن 16 17 متوجه میشید من چی عرض میکنم. هر کسی به راحتی میتونه آدم بکشه، تمام وزرای ایرانی، مدیران درجه یک ایرانی تو خونه هاشون زندان داشتند و تو حیات خونه شون هم تخت شلاق داشتند. نگاه این آقا چون رفته مثلا شده وزیری که وزارتخونه نداره، وزارتخونه ای که این ادارات لازمه یک وزارتخونه رو هم نداره، یه مهره
با نخ بسته به گردنش شابش گفته که تو وزیر عدلیه ای، تو وزیر دارایی هستی. همین، تمام دفتر دستکم تو خونشه، به جای اینکه امکانات اون وزارت خونه رو بره توسعه بده. اون عقلش نمیرسه، شعورش نمیرسه، فقط میتونه چیکار کنه؟ تو حیات خونش تخت شلاق بزن، تو زیر زمین خونش زندان به وجود بیاره. من وقتم تموم شده. درد دل نسبت خودمون، انتقاد از خودمون، از نان شب برامون واجب داره. ما چوبش خوردیم، میتونیم باز هم در آینده این چوب ها رو بخوریم. حواسمون باشه. ببخشید آقای دکتر، من باز سه دقیقه، دو دقیقه، بله. متشکرم، خیلی متشکرم جناب شاهین‌فر. نه این واقعا شاه کلام همین هست که اقلیت فقط یک معنی ریاضی داره، در صحنه ریاضی است که معنی داره، وگه در صحنه حقوق انسانی هر انسانی حقوق کامل داره با دیگران، مثلا ارتباطی به تعدادشون و درصدشون جا چه بخشی از جامعه هستن نداره. خب این یک اشتباهی خیلی بزرگیه که ما کردیم. حتی در معنی دموکراسی خیال کردیم دموکراسی یعنی حکومت اکثریت، بعد اکثریت هر کاری دلش خواست میتونه با اقلیت بکنه. و این کارو که کرد بعدا با بقیه هم همین کارو خواهد کرد، کما اینکه این آفت بزرگ سرزمین ماست. و تا وقتی که ما این رو عوض نکنیم هیچ چیزی عوض نخواهد شد، صرف نظر از اینکه چه کسی در حکومت است. بله، خلایق هرچه لایق. خیلی متشکرم جناب شاهین‌پر، خیلی دفتر بودم از صحبتهای شما و امیدوار هستم که در هفته آینده هم به صحبتهای خودتون ادامه بدهید. متشکرم. بینندگان عزیز، محبت نور است در هر خانه بتابت، و عداوت ظلمت است در هر کاشانه لانه نماید. عبدالبها عباس. و البته آنچه که در سرزمین ما گذشته و میگذرد این ظلمت است. و هدف من و جناب شاهین‌پر از مطالبی که عرضه میکنیم برای آن است که این عداوت رو با محبت جایگزین کنیم و این ظلمتی که بر سرزمین ما سایه تاریک خودش رو انداخته به جای اون نور ببینیم. در آرزوی اون همه ما هستیم. حضرت عبدالبها در خطابه‌ای که در پاریس انجام دادن در سال 1912 در خطاب به باورمندان بهایی چنین میگویند: بگذارید رفتار شما به دنیا فریاد زند که شما بهایی هستید، چون این عمل است که با دنیا صحبت میکند و سبب پیشرفت، پیشرفت عالم انسانی است. اگر ما بهایی حقیقی باشیم بیان لازم نیست. عمل ما در دنیا کمک می کند، مدنیت جهانی منتشر می کند، به پیشرفت علوم کمک می کند و فنون ترقی می کند. بدون عمل هیچ چیز در عالم مادی انجام نمی شود و حتی بیان بدون عمل در ترقی انسان در عالم ملکوت کمک نمی کند. فقط از طریق خدمات لسانی منتخبین حق مقدس نشدند، ولیکن با صبر و استقامت توأم با خدمت و فعالیت روشنی به جهان بخشیدند. و در رساله مدنیه
در اشاره به ایران و آنچه که ما باید بکنیم میگویند ای خوشا حال نفسی که خیر ذاتی خود را فراموش نموده، چون خاصان درگاه حق گوی همت را در میدان منفعت جمهور افکنند. یعنی به جای این که به فکر منافع خودش باشه، به فکر منافع همه جامعه باشه، تا به عنایات الهیه و تأییدات صمدانیه مؤید بران گردد که این ملت عظیمه، که اشارت به ایران هست، که این ملت عظیمه را به اوج عزت قدیمه رساند و این اقلیم پژمرده را به حیات طیبه تازه و زنده نماید و چون بهار روحانی اشجار نفوس انسان را به حلیه اوراق و ازهار و اسمار سعادت مقدسه سرسبز و خرم نماید. یعنی این ایران ما وقتی عوض خواهد شد که همه ما منافع عموم رو به منافع شخصی خودمون ترجیح دهیم. و اما ما همیشه شنیده ایم که این دولت و دستگاه های اجرایی و قضایی اون چه بر سر بهائیان ایران آوردند و همیشه شنیده ایم که این دادگاه های ایران چه احکامی برای بهائیان صادر کردند، ولی شاید هرگز از خود نپرسیده ایم که این دادگاه ها چگونه به چنین قضاوت هایی میرسند و حکم میکنند. مهناز پراکند که ایشان زندگی زندانی دهه 60 بود، حقوقدان و وکیل حقوق بشری که به ناگزیر ایران رو ترک کرده، در کتاب خاطرات خودش که به نام شیفتگان عشق است و من نسخه ای قابل فرستادن برای بینندگان عزیزتان ندارم، از زندان و شیوه های محاکمه در ایران این کتاب رو نوشته. او بیشتر از 5 سال از عمر و جوانی خودش رو تحت بدترین شکنجه ها و آزار و اذیت ها سپری کرده. ایشان در این کتاب خاطرات خود را از زندان های جمهوری اسلامی به تحریر آورد و سپس به سختی های خود پس از آزادی برای ورود به دنیای وکالت پرداخته است. اسد سیف که پژوهشگر و منتقد ادبی ادبیست، مقاله زیر رو که من با شما میخوام در میان بگذارم، در توییتر خودش با استفاده از کتاب شیفتگان عشق نوشته و من این رو مطالبش رو با شما در میان میگذارم تا بدانید که اون قدیم ها ما مثلی داشتیم درباره نحوه بیداد دادگاه بلخ، تا اینکه بدانید دادگاه های جمهوری اسلامی ما روی دادگاه بلخ را سپید کردند. بله، ایشان می نویسد تا کنون صدها بهایی در ایران به جرم بهایی بودن اعدام شدند. یادتون باشه فقط جرم بهایی بودن است، گرچه عناوین دیگری به آن دادند. ایشان میگوید اکنون نیز دهها بهایی در زندان هستند. سپس میگوید در 40مین سالگرد اعدام 10 زن بهایی در شیراز، ایشان نگاهی به روند دادگاه های بهاییان در ایران داشته است که با ما در میان میگذارد. میگوید آیین بهایی با تاریخی بیش از 170 سال قریب 180 سال اکنون در شمار جوانترین دین هاست. پیروان این دین در ایران از همان آغاز مورد آزار و سرکوب قرار گرفتند. نه حکومت های قاجار و نه پهلوی ها این اقلیت دینی را به رسمیت شناختند. حالا دیگر
با این دو واژه شما بسیار آشنا هستید. سخنان جناب شاهین پر را به خاطر بیاورید که دین رسمی یکی از بدبختی های بزرگ ماست. که خیلی جالب بود برای من که در مطبوعات خواندم که کشور تونس دین رسمی رو بالاخره از قانون اساسیش توی این هفته برداشت. مشکل دوم معنی اقلیت دینی است که شنیدیم که این فقط باید از نظر آماری باشد نه از نظر حقوق انسانی، ولی البته حکومت های گذشته همین خطا را کردند. با استقرار جمهوری اسلامی روحانیان شیعه بالاخره این امکان را یافتند تا در جهت نابودی بهائیان اقدام کنند. البته میدانید چرا؟ از ما بارها شنیده اید که این روحانیون و مردان شیعه ترسشان از آمدن آموزش های بهائی و رایج شدن آن در بین همه مردم است که هرچه دارند از دست خواهند داد. البته این به اشتباه است. آنها شاید اگر این خطا را نکنند احترام مردم را برای خود داشته باشند که بسیار ارجح است به توانایی هایی که بونها دادند. در حکومت پهلوی هم به رغم ممنوعیت ها و حتی تخریب حضرت القدس بهائیان در تهران که به خواست روحانیون و مشارکت باتمان قلیچ رئیس سداد ارتش و تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران در سال 1334 صورت گرفت، بهایی ها لااقل امکان و حق زندگی عادی را داشتند. اما در جمهوری اسلامی آنان به عنوان دشمن از چنین حقی محروم شدند. دشمن. شما بسیار از ما درباره باورهای بهایی شنیده اید و اینکه ایران و ایرانیان را چگونه میبینند، حالا چگونه آنان بهاییان را دشمن مینامند به جای خود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همچون قانون اساسی پیشین جایی برای بهاییان در کنار دیگر اقلیت‌های مذهبی وجود ندارد. حالا ببینیم این اتهامات علیه بهاییان چیست؟ ایشان می نویسد به علت دشمنی دیرین روحانیون شیعه با بهائیان که دلایل آن را الان دیگه شما همه به خوبی می دانید، از همان فردای انقلاب آنان به همراه دیگر اندیشان سیاسی مورد سرکوب قرار گرفتند. در تمامی خاطراتی که از زندانیان به جا مانده که از کشتارها نوشتند همیشه از حضور بهائی ها در زندان سخن گفته شده. بازجوها از آنها نیز توبه و نفی دین خیش را انتظار داشتند. شکنجه می شدند تا بگویند جاسوس بودند. آخه جاسوسی برای کی؟ و مروج فساد بودند. آهین بهایی که جز پاکی و درستی از انسان نمی خواهد چگونه می تواند مروج فساد شود؟ ایشان می نویسد اتهام جاسوس بودن آنان باز می گردد به زمانی که حضرت بهاءالله به سرزمین عراق عثمانی تبعید شد و سپس امپراتور عثمانی ایشان و عده‌ای از پیروان او را به خواست دولت ایران نهایتاً به عکا در مناطق فلسطینی که دور از ایران باشد تبعید کرد که امروز در خاک اسرائیل است و ایشان در بیرون همین شهر درگذشت و آرامگاه ایشان زیارتگاه بهائیان است. قرار گرفتن مرکز جهانی بهائی هم در حیفا از همان سالها که هنوز کشوری به نام اسرائیل وجود نداشت بهانه ای شده است برای اتهام بی اساس جاسوسی و بدتر از آن حمایت از صهیونیسم علیه آنها. و اما اتهام ترویج فساد. بهائی ها در نظام قضایی جمهوری اسلامی متهم به ترویج فساد می شوند زیرا طبق آیین خیش ازدواج می کنند که ملازمه آن بودن پدرها و مادرهای هر دو طرف و رضایت آنها در مراسم ازدواج است و
و رژیم آن را به رسمیت نمی شناسد. از این گذشته در پی انقلاب بهائیان از ادارات دولتی اخراج شدند و استخدام آنان در ارتش و مؤسسه های دولتی نیز ممنوع شد. ببینین که چگونه حقوق آنان را ازشان گرفتند. در انقلاب فرهنگی که بسیار واژه خنده‌داری است، انقلاب فرهنگی، نیز دانشجویان بهایی از دانشگاه ها اخراج شدند. تحصیل بهاییان در دانشگاه های ایران هنوز نیز ناممکن است. در همین راستا باید تخریب گورستان ها، مراکز نیایش، خانه ها و حتی روستاهای بهایی نشین را نیز در کنار مصادره اموال آنان و بستن محل های کار آنان افزود. خیلی بجاست بدانید کسانی که فاجعه انقلاب فرهنگی را به پا کردند همه خود از این انقلاب گریختند و اکنون در خارج زندگی می کنند و اکثر آنان عنوان روشن فکر دارند. یا بله، و اما اعدام بهایی ها چگونه بوده؟ تا کنون شمار کشته شدگان بهایی، یعنی اعدام شدگان، بیشتر از 240 نفر رسیده. نخستین دور اعدام آنان باز می‌گردد به 40 سال پیش در روز 28 خرداد 1362 که 10 زن بهایی در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند. در میان این 10 زن از دختر 17 ساله تا زن 58 ساله دیده می‌شد. آزارها و محدودیت‌ها علتی شد تا گریز از کشور در میان بهاییان نیز گسترش یابد. مهناز پراکند که خدمت شما راجع به ایشان سخن گفتم، در این کتاب شیفتگان عشق جزئیات روند دادگاه بهاییان و رفتار بازجوها، زندانبانها و قاضیها با آنان را شرح داده است که بسیار خواندنی است، گرچه بسیار تأسف‌آور است. ولی با دانستن آن، شما بینندگان عزیز که امکان خریدن این کتاب رو در ایران ندارید، خواهید دریافت که این دادگاه ها چگونند و چگونه اتهاماتی را که میزنند به بهایی ها وارد میکنند. امیر عزیز، اجازه بفرمایید تا از بازار آگهی رد شویم و بعد به ادامه سخن خواهیم پرداخت. خواهیش میکنم، بفرمایید. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را میتوانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، میتوانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. شرکت جیل ویز به اطلاع می رساند که به دنبال استقبال بی سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن جیل ویز تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است. شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن جیل ویز برای تلویزیون های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید. برای سفارش با تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا از وبسایت glviz.com دیدن کنید. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. جیل ویز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا، از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به هم زبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جیل ویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جیل ویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جیل ویز، همیشه و همه جا. جیل ویز با کمتر از $1000 در ماه آگهی های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می نماید. آگهی های جیل ویز بر روی تلویزیون های هوشمند، تلفن،
تبلت های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید جی ال ویز پخش خواهند شد. این آگهی ها علاوه بر ده ها کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم ها و سریال های محبوب جی ال ویز نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به جی ال ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. بینندگان عزیز، جزئیات روند دادگاه بهائیان و رفتار این بازجوها، زندانبانها، قاضیها بسیار شنیدنی بله و همچنین بسیار غم‌انگیز است. در این کتاب شرح اون رو میبینیم که من اون رو فوق‌العاده خلاصه کردم برای شما. در سالهای نخست پس از انقلاب بهائیان هم مثل دیگر بازداشت شدگان از حق داشتن وکیل محروم بودند و در دادگاه‌های انقلاب در چند دقیقه حکم مرگ یا محکومیت آنان به چندین سال زندان صادر می‌شد. به این می‌گفتند دادگاه اسلامی عدل علی. این که در این دادگاه‌ها چه می‌گذشت واقعاً امروزه برای ما معلوم نیست و امیدوار هستیم که بیشتر و بیشتر از کسانی که شرح آن را شاهد بودند بنویسند، شجاعت داشته باشند در آخر عمرشون کار مثبتی بکنند و بنویسند. در سالهای پسین اعضای جامعه بهایی حق انتخاب وکیل پیدا کردند. در میان خاطراتی که این وکیلها از موکلین بهایی خود نوشتند، خاطرات مهناز پراکند که درباره ایشان صحبت گفتم در کتاب شیفتگان عشق از هر نظر قابل توجهه. یادداشت‌های ایشان اسنادی ارزشمند هستند از چگونگی محاکمه بهائیان در دادگاه‌های بیداد انقلاب اسلامی که شنیدن آن شاید این بهانه را از بسیاری بگیرد که خب اینها طبق قانون محاکمه شدند. چه محاکمه ای، چه قانونی، چه دادگاهی. برها بهائیان خودشون رو بی نیاز از آخوند می دونند و یکی از مشکلات بزرگ آخوندها با این آیین است. سازماندهی و رسیدگی به امور و اجرای مراسم مذهبیشون رو در جهان کمیته های انتخابی که هر ساله انتخاب می شوند به اسم محفل روحانی به عهده دارند. در دوران جمهوری اسلامی که بهائیان همه تشکیلات خودشون رو ملحق کردن، چون دولت از بهائیان خواست، گفت شما نمیتونید دولتی در درون دولت داشته باشید، گرچه این محافل دولت نبودن. اداره امور جامعه بهائی در ایران با اجازه خود دولت بر عهده یک شورای 7 نفره با عنوان یاران ایران قرار گرفت. اعضای این شورا بارها بازداشت شدند، مورد شکنجه قرار گرفتند و به زندان محکوم شدند. اعضایی از آنها که آخرین بار در اسفند 86 بازداشت شدند عبارت بودند از مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، بهروز عزیزی توکلی، سعید رضایی، عفیف نعیمی و وحید تیزفهم که درباره آنان بارها از ما شنیده اید. با تقاضای بهائیان از کانون مدافع حقوق بشر در اون زمان، 4 وزیر وکالت اونها رو بر عهده گرفتند که عبارت بودند از عبدالفتاح سلطانی، شیرین عبادی، هادی اسماعیل زاده و مهناز پراکند که به این وکلای نازنین قدر می‌گذاریم و سپاس داریم از آنان. روند دادگاه آنان
نشان از کار کرده 4 دهه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه بهائیان است. متهمان از ابتدا ممنوع الملاقات اعلام می شوند. خیلی جالبه، فقط متهمند ولی ممنوع الملاقات. بازپرس این دستور را به ملاقات با وکلا هم تسری می دهد و حتی اجازه ملاقات وکلا با متهمین را برای امضای وکالت نامه هم نمی دهد. ببینید چقدر مسخره است. او هیچ اطلاعی هم از وضعیت متهمان، نحوه نگهداریشان و نوع اتهام یا اتهامشان رو به وکلا نمی دهد. یعنی وکیل نمی دونه باید از وکلاش، از این متهمان چگونه دفاع بکنه. هیچ ترسی هم این آقایون از اون ندارند که به وکیلها بگویند همه بهایی ها جاسوس و مهدورالدم هستند، یعنی خونشون حلاله که بریزیمش، و اگر دست خودم هم بود همین امروز همشان را با یک تیر خلاص میکردم. خب این هم شد قانون قضای اسلامی جمهوری اسلامی. قاضی مقیسه که رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب است، طبق نوشته ایشان رسیدگی به پرونده متهمان بهایی رو بر عهده داره. ایشان لباس روحانی بر تن داره و سابقه طولانی در برخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی داره. در دهه 60 در زندان‌های اوین و قزل‌حصار بازجو، دادیار، رئیس زندان و یکی از عاملان قتل زندانیان سیاسی در سال 67 هم بوده است. در این سال طی 2 ماه هزاران زندانی محکوم به حبس که در حال گذراندن دوره حبس بودند و بعضی هم علی رغم طی دوران محکومیت همچنان در زندان نگهداری می شدند، در دادگاه های چند دقیقه ای به جوخه اعدام سپرده شدند. پس دست این قاضی رو ما می دونیم که چی بوده. و مقیسه یکی از قضات تسهیل کننده اعدام، تسهیل کننده چه واژه عجیبی، برای زندانیان سیاسی و عقیدتی بود. ایشان تحصیلات قضایی هم ندارد و فقط برای خدمات که در دهه 60 در زندانهای اوین و قزل‌حصار داشته حکم قضایی گرفته است. او در خیلی از موارد در محاکماتش نقش خودش رو به عنوان قاضی فراموش میکنه و در نقش بازجو وارد میشه. جلسات محاکمه او مثل میدان جنگ میماند و رابطه خوبی هم با وکلای مدافع حقوق بشر ندارد، یعنی ایشون اصولا این وکیل ها رو تأیید نمی کنه. قاضی مقیسه روزی به صراحت به مهناز پراکند که وکیل بهائیان بود میگوید آخ کی می شود خانم پراکند را محاکمه کنم. او ترسی از این ندارد که به وکیل مدافع بگوید که آنان حکم ها را از پیش صادر کردند و دفاع از متهمین تأثیری در حکم ندارد. میگوید خانم پراکند اینقدر خودت را اذیت نکن، شما از صبح میایی و با این دقت پرونده ها را میخوانی و این همه زحمت میکشی، لایحه مینویسی و دفاع هم میکنی، ما هم حکممون را میدهیم، برای چه اینقدر خودت را اذیت میکنی؟ ما که حکممون را خواهیم داد. قاضی مقیسه در این راستا حتی به وکیل میگوید که هیچ احتیاجی به خواندن لایحه دفاعی ایشان ندارد، میداند که چه نوشته شده است. و اما پیش از دادگاه چه میگذرد؟ ایشان مینویسد متهمان بیش از 2 سال بلا تکلیف و بدون هیچ تماسی با وکلای خیش در بازداشت موقت به سر میبرند. معنی بازداشت موقت هم رو هم فهمیدیم. پس از 2 سال در آستانه انتخابات خرداد 88، پس یه دلیلی داشته که خواستن کاری بکنن، تظاهرات در انتخابات یعنی آزادی، وکیل ها اعزاریه‌ای مبنی بر وقت بررسی پرونده ها دریافت می‌دارند. شیرین عبادی به قصد ملاقات با موکلینش به دادگاه میره، اما قاضی مقیسه ملاقات را به بعد از مطالعه پرونده موکول می‌کنه. در این میان ماموران اطلاعات به دفتر عبدالفتاح سلطانی، یعنی وکیل دیگه ی آنان، هجوم میاره و کامپیوتر دفتر کارش رو به همراه اوراق پرونده موکلینش و یادداشت‌های او را
از محتویات پرونده یاران ضبط می کند و خودش را هم به اتهام تشکیک در انتخابات با خود می برند. مهناز پراکنده نیز در رجوع به دادگاه انقلاب جهت بررسی پرونده ها با کارشکنی قاضی مقیسه روبرو می شود، اما موفق می شود پرونده ها را مطالعه کند. در این میان شیرین عبادی برای شرکت در کنفرانسی عازم خارج از کشور می شود. در داخل کشور اما در پی انتخابات و تقلب در آن، عده ای از جمله خواهر و همسر شیرین عبادی را نیز بازداشت می کنند. بدین سان از 4 وکیل پرونده یاران ایران 2 نفر باقی مانده که کار بر اون رو دنبال می کنند. محتویات آن نشان می دهد که این پرونده صرفاً حاصل کینه و دشمنی ماموران امنیتی وزارت اطلاعات و مسئولین قوه قضاییه نسبت به دیانت بهایی است. روند تشکیل پرونده از ابتدا بر پایه همین عصبیت ها، کینه توزی ها و خودسری ها بنا شده است. مامورین وزارت اطلاعات به دستور دادستانی این افراد را بازداشت کرده، ماها در سلول های انفرادی زندان کرده و به مدت 2 سال بلا تکلیف نگاه داشتند. اتهام آنان اقدام علیه امنیت از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام است. ببینید، فعالیت تبلیغی علیه نظام، بیان که مشخص کنند متهمین چه فعالیتی کردند که به زعم بازپرس مصداق فعالیت علیه نظام قلمداد شده است. به متهمان امکان ارتباط با وکیلش رو هم نمیدن. بازجوهای وزارت اطلاعات در حالی که قانوناً تفتیش عقاید برای آنان ممنوع است، از آنان می‌خواهند تا کلیه فعالیت‌های پنهان تشکیل بهائیت را با هدف مقابله با نظام اسلام در ایجاد اغتشاش و ناامنی در جامعه شرح دهند، که خدا می‌داند هرگز چنین چیزی وجود نداشته و هرگز نخواهد داشت. بازجوها از متهمین می‌خواهند تا رابطه خیش را با بیت العدل اعظم که مرکز آن در حیفاست بنویسند، که این رابطه رابطه ایست روحانی، کاری به دولت و حکومت نداره. در واقع پرونده از طریق وزارت اطلاعات تشکیل و تکمیل می شود تا در اختیار دادگاه برای صدور کیفرخواست قرار گیرد. دادگاه، دادیار این دادگاه که شخصی به نام حیدری است، پیش از صدور کیفرخواست به آیت الله مکارم شیرازی رجوع می کند تا از او فتوایی بگیرد که هر گونه تلاش در جهت ترویج، آموزش و تحکیم موضع بهائیت در میان مسلمانان و به قصد ضدیت با اسلام در حکم فساد فی الارض و محاربه است. می‌بینید خودشون تشکیل بهائی سخن گفتن در باره آموزه بهایی اینها رو تبلیغ میدونن و از دید اونها اینها به معنی محاربه است، محاربه با خدا. با چنین ترفندی دیگر دادگاه و امر قضاوت نمایشی بیش نیست. یعنی فتوا گرفتن که اینا فساد در عرض کردن و محاربه با خدا هستند، که قضاوت چه معنی دارد؟ با اینکه وزارت اطلاعات هیچ سندی داله بر جاسوسی متهمان نمییابد، جاسوسی برای رژیم صهیونیستی همیشه یکی از اتهامات آنان است. ماموران وزارت اطلاعات اما خارج از پرونده به دفتر کار دکتر اسماعیل زاده که یکی دیگه از این وکلاست، که خود از زندانیان دهه 60 است و 7 سال در زندان جمهوری اسلامی به سر برده، رجوع میکنند تا از او بخواهند که از کار وکالت این پرونده استفاده دهد، وگرنه از کار دانشگاه اخراج خواهد شد. خب به این میگویند عدالت اسلامی این آقایون. به وکلا اجازه داده نمی شود با متهمان صحبت کنند. پس وکالت یعنی چی؟ در فرصتی کوتاه که فراهم می آید، آنان به مهناز پراکنده میگویند که به هیچ وجه دنبال این نیستیم. این بهایا هستن که به نمایندشون وکیلشون دارن میگن به هیچ وجه دنبال این نیستیم که از دادگاه تقاضای عفو و رأفت اسلامی کنیم. میدونن چنون چیزی وجود نداره. آنان تصمیم دارند در دادگاه نه فقط از حقوق خودشان، بلکه از حقوق جامعه بهایی در ایران دفاع کنند و از تمام ظلمهایی بگویند
که این سالها به این جامعه شده است. مهم نیست حکم دادگاه چه باشد، هر چه باشد از اعدام که بالاتر نخواهد بود، ما برای آن هم آماده ایم. این چیزیست که به بهناز پراکند میگوید. بهناز پراکند میگوید قضاتی که در دادگاه های انقلاب به پرونده های متهمین سیاسی رسیدگی میکنند، اصولا اعتقادی به قانون، دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ندارند و به انهای مختلف قوانین و مقررات را نقض میکنند. پس اونهایی که قانون را نقض میکنند کسانی هستند که وظیفه نگاهداری قانون را دارند. حالا دادگاه شروع میشه. نخستین جلسه دادگاه اما بنا به گفته قاضی به علت فراهم نبودن شرایط محاکمه برگزار نمیشه. خب جلسه اولشون. در این روز دو تن از وکلای مدافع هم حضور ندارند. شیرین عبادی ترجیح داده به ایران باز نگرده چون قصد داشتن که او رو مجدداً به زندان بگذارن. خواهر و همسر ایشون رو هم گرفتن زندان کردن و عبدالفتاح سلطانی هم همچنین در زندان به سر میبره. قاضی مقیسه به خانواده های متهمان اجازه حضور در دادگاه رو هم نمیده و به عمد کوشیده شده تا وکلا از متهمانشون هم دور باشند. حالا این چه جور وکیلیه نمیدانیم. حجت الاسلام نوریان نماینده دادستان کیفرخواست را که در 50 صفحه تهیه شده و هیچ انتباقی با متن حقوقی نداره و بیشتر شبیه به بیانیه سیاسی و عقیدتی است میخونه. در این کیفرخواست بارها از فرقه زاله بهائیت نام برده میشود که نشان از عمق کینه و نفرتشان نسبت به بهائیان دارد و در پایان با استناد به فتوای آیت الله مکارم شیرازی برای متهمین به اتهام افساد فی الارض حکم اعدام تقاضا میکنه. وکلا اعتراض میکنن و اعلام میکنن که فتوای آیت الله منتظری هم در دفاع از بهائیان وجود داره، ولی قاضی وقت پایان دادگاه رو اعلام میکنه. دکتر اسماعیل زاده میگوید از نوریان نماینده دادستان پرسیدم که واقعا همه آنچه که خواندی خودت هم به آن اعتقاد داری؟ جواب میشنود که ما نمایندگان دادستان مثل مرده شور میمانیم، هر جور مرده ای را میشوییم، ماموریم و معذور. وای چه آفتی، چه بدبختی بزرگی که مأمورین قانون چنین فکر کنند، مأمورند و معذور. وظیفه امان دفاع از کیفرخواست است. خب در جلسه دوم هم از ورود خانواده متهمان جلوگیری میشه. بدون حضور دادستان قاضی دیگر بار کیفرخواست رو که متضمن الفاظی چون فرقه زاله بهائیت است میخواند و بی توجه به تذکرهای وکلا پس از چند دقیقه به علت وقت نماز جلسه رو تعیین میکنه. خب پس کیفرخواست رو میخونن، حالا دیگه وقت نماز، جلسه تعطیل میشه. در سومین جلسه متهمان لایحه‌ای مشترک رو در دفاع از خیش و جامعه بهائی قرائت میکنن. در این لایحه به تبعیضات، مشکلات و محدودیت ها و محرومیت هایی که در تمام این سالها بر جامعه بهائی ایران تحمیل شده است اشاره میکنن. آنها از عدم صدور گذرنامه و اسناد رسمی ازدواج و طلاق برای بهائیان میگویند، از تحمیل آموزش قرآن و اصول دین بر کودکان بهائی در مدارس میگویند، از محرومیت فرزندان بهائی از تحصیل در دانشگاه ها و اشتغال به مشاغل دولتی و تدریس در مدارس میگویند، از تبعیض در ارزش گذاری جان آنان در مقایسه با مسلمانان و پیروان سایر ادیان و مذاهب شناخته شده در قانون کشور میگویند. اما قاضی بارها سخنشون رو قطع میکنه و این حرفها رو تبلیغ بهائیت میگه. پاسخ قاضی به دفاعی متهمان این است: شما حکومت در حکومت درست کرده اید و به دروغ میگویید بیت العدل شما دستور تبلیغ به دروغ میگوید که بیت العدل شما دستور تبلیغ انتحاری داده و گفته اگر کسی در این راه کشته نشود تبلیغ نکرده است، که البته دروغی است، فاحش. آنگاه میگوید مگر تبلیغ بهائی کشته میخواهد؟ مگر ما با تبلیغ شما مخالف هستیم؟ البته که هستید. کدام قانونی شما را از تبلیغ من کرده است؟ خود شما. شما با دولت خارجه تماس گرفته اید، به سفیر این کشور آن کشور چه ربطی دارد که بچه های شما را از مدرسه اخراج میکنند؟ خب چرا بچه ها را از مدرسه اخراج میکنید که اینها ناچار به تقاضای کمک شوند؟ قاضی آنگاه با فریاد خطاب به مهناز پراکند که وکیل آناس میگوید تو حرف نزن، تو خودت متهم من بودی،
تو خودت محکوم من بودی و قاضی ختم دادگاه را اعلام می کند. احکام بالاخره صادر می شود با جرم جاسوسی و تشکیل گروه در برای انداختن دولت و مجموعاً 20 سال حکومت بهشون میدن. پس از اون که وکلا اعتراض میکنن در دادگاه تجدید نظر به 7 به 10 سال میرسه، ولی پس از چند روز وکیل ها میفهمن که دوباره حکمشون رو کردن 20 سال. میگوین پرونده در شعبه تجدید نظر حکم 20 سال رو گرفته. این که چرا و کجا این رو واقعا کسی نمیدوند. بینندگان عزیز، در همین خلاصه‌ای که من خدمت شما عرض کردم از این مقاله طولانی و حکم این دادگاه‌ها فهمیدید که این دادگاه چگونه تشکیل می‌شود، چگونه افرادی اون رو اداره می‌کنند، چگونه احکامشون رو تشکیل می‌دن، اتهاماتشون بر چه مبنایی است، چه مبنای خوشحالی و دروغ. و البته این همین روش رو درباره همه زندانیان عقیدتی و سیاسی هم به کار بردن. به همین دلیل بود که ده ها هزار نفر رو اعدام کردند و هنوز هم همین دادگاه ها به همون فرم و با همون روش ادعای اجرای قانون رو دارند و افراد رو با قانون میبرند و محاکمه های آنچنانی انجام میدند و احکام آنچنانی بهشون میدند. من امیدوار هستم با شنیدن فقط این نمونه از دادگاه این یاران ایران شما دریافتید که انگامی که در روزنامه ها میخوانید یا در تلویزیون میبینید که دادگاه تشکیل شد و به کسی چنین حکمی را دادند، مبنای چنین دادگاه هایی چیست؟ قضاتش کیا هستن؟ مدل عمومش کیست؟ و احکامی رو که روی همدیگه میگذارن، اتهاماتی رو که میزنن بر چه مبنایی است؟ اکثرا بر مبنای دروغ است. وکلا هم فقط حرف است. به بیچاره این وکلا هم اجازه دفاع نمیدهند. میبینید که چگونه این 4 وکیلی که در اسم وجود داشتن در عمل از انجام هر کاری محروم شدند. به هر حال ما به این وکلا ارج می‌گذاریم و احترام فراوان برای آنها داریم که یک عمل غیر ممکن رو انجام دادند. ولی خب این جمهوری هم نیاز به تظاهر آن دارد که دادگاهشون قانونی است. بینندگان عزیز، ما باز هم به پایان وقت امروز رسیدیم. متاسفم اگر شما را افسرده کردم. متاسفم اگر با تندی درباره این رژیم سخن گفتم. ولی کلام حق همیشه تلخ است. من شما را به ایزد مهربان می سپارم. مهربانی آن است که مردم ما نیازمند آنند. بدرود. بله آقای دکتر، این حرفایی که ما میزنیم تأثیر آور هست و زجرت آور هست، چه مستقیم چه غیر مستقیم و چه خطاب به خود بیننده که ما ازش داریم طلبکاری هم میکنیم به عبارتی. بله، من هم همه هموطنانم رو به عقل و شعور خودشون می سپارم تا هفته آینده. واقعا خداوند ملت ها رو به اندازه وسعت خودشون گویا راهنمایی کرده و میکنه. بله، بدرود تا هفته آینده.